سلام رفقا وقتتون به خیلی باشه امروز میخوایم توی این ویدیو در رابطه با یه مکمل علمی کاربردی و بسیار خفن کافئین با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم از چه مکانیزمایی میتونه تاثیر بذاره بهترین تایم مصرفش کیه و بهترین دوزش چه مقداره با من همراه باشید خب رفقا مکمل ها همونطور که همتون میدونید و من بارها گفتم همشون کاربردی نیستن خیلی هاشون با مصرف کردنشون در واقع دینگار داریم پولمون رو دور ریزیم ولی در بین این همه مکمل تعداد بسیار کمی مکمل وجود داره که واقعا هم کاربردی هم باعث میشن که عمل کرده ما بره بالا و در واقع خیلی از این مکمل هایی هم که اتفاقا کاربردی و علاوه علمی هم مورد تایید قیمت های خیلی زیادی هم ندارن پس ما هم دیگه میخوایم در رابطه یک کدوم از اونها صحبت کنیم که کافئین رو ببینیم چه اتفاقی می رخ میده توی بدن وقتی اون رو مصرف می‌کنی خب همتون میدونید کافئین به شکل بسیار زیاد در قهوه هایی که ما مصرف میکنیم وجود داره حالا عموما در قهوه هایی که شاخص روبستایی بالایی داره کافئین بیشتری هم داره سر افراد هم عموما دیگه یک بار قهوه احتمالا توی زندگیشون خوردن در چای سبز و چای سیاه هم کافئین وجود داره اما خب منقدری زیاد نیستش که اصلا بخواد کاربردی باشه یعنی به اون اپتیمال دوز خودش نمیرسه اصلا در واقع. اولش یکم بررسی کنیم از لحاظ مکانیزم های اثر ما بارها گفتیم که یه مکمل باید بتونه واقعا باعث افزایش عمل کرد بشه کافئین از مکانیزم های مختلف میتونه این کار رو انجام بده به استناد این مقاله که این زیر گذاشتم تیترش رو براتون ببینید کافئین واقعا میتونه توی تمرینات قدرتی توی تمرینات توانی و توی تمرینات استقامتی به طور آشکار کیفیت و عملکرد ورزشکار رو افزایش بده و خب تمریناتی هم که ما داخل باشگاه انجام میدیم به هدف هایپرتروفی و عضل سازی جز همین دسته ها قرار میگیره پس مصرف کافئین میتونه عملکرد من ورزشکار رو حین تمرین ببره بالا از چه مکانیزم هایی میتونه با رهایش بیشتر کلسیوم در فضای سارکوپلاسمیک باعث بشه که انقباض های قوی تری داشته باشیم باعث بشه که انقباض های بهتری داشته باشیم پس از این مکانیزم میتونه باعث این بشه که تو انقباض بهتری اج... با اجرای هر تکرارت داشته باشی شاید اون انقباضی که تو داری لحاظ تکنیکی ملموس نباشه برای تو اما از لحاظ سلولی مولکولی اون داره اون اتفاق اون داخل میفته دومین نکته اینه که خب واقعا هممونم میدونیم باعث میشه که سطوح آدرنالین اپینفرین و نوراپینفرین توی بدن بره بالا و در واقع شادابی ما حین تمرین بیشتر میشه هوشیاری ما حین تمرین بیشتر میشه و همین میتونه باعث بشه که ما کیفیت تمرینمون بره بالاتر یک مقدار خستگیمون به تعویق بیفته برای اون دسته از ورزشکارایی که خیلی علاقه دارن به هوازی زدن کافئین میتونه رهایش اسیدهای چرب رو بیشتر کنه و میتونه یک مقدار به کیفیت حوازیشون اضافه کنه در واقع یک مکملیه که خیلی جالبه هم حوازی هم قدرتی هم توانی تأثیر گذاره یه جوری میشه گفت یه مکمل همه جانبه است من واقعا کافئین رو دوست دارم و شخصا حداقل سه چهار سالی میشه که بدون شک قبل از هر جلسه تمرین کافئین رو مصرف میکنم حالا بهترین تایم کافئین کیه خیلی من دیدم که توی باشگاه طرف میاد و همون لحظه کافئین مثلا حالا یه شات اسپرسوش رو میخوره و بعد میره تمرین میکنه کافئین واقعیتش اینه که شما وقتی مصرف میکنی چه اسپرسو حالا چه مکملش رو حداقل 45 دقیقه ما نیاز داریم به اینکه بخواد به یک مقداری در خون برسه که بتونه عمل کرد داشته باشه پژوهش نشون داده که بعد از یک ساعت به بهترین حد از خودش درون خون میرسه که بتونه برای ما عمل رو داشته باشه پس اگر میخوایم مکمل کافئین یا خود قهوه رو مصرف کنی خیلی بهتره که یک ساعت 45 دقیقه یک ساعت قبل از تمرین باشه حالا اینکه ما قهوه مصرف کنیم یا کافئین خب بستگی داره خب دوز کافئین هم چیزی حدود 3 الا 6 دهم گرم به هر کیلو از وزن بدنه یعنی مثلا یک فرد 80 کیلویی حدودا از 200 میلی گرم تا 600 میلی گرم میتونه کافئین رو مصرف کنه و این خب خیلی بستگی داره به عادت های روزانه‌مون بعضی از افراد هستن خیلی قهوه خورن خیلی عادت داره بدنشون عموما اونا میتونن از این به اصطلاح آسونه‌ای که با همدیگه صحبت کردیم میتونن قسمت بالاترشون رو مصرف کنن من خودم جز اون افرادم یعنی من سعی می کنم قبل از تمرین 400 میلی گرم کافئین مصرف کنم یعنی مثلا دو تا قرص 200 میلی گرم اونایی هم که یک مقدار بدنشون نسبت به کافئین حساسیت بیشتری داره عموما یا از خود اسپرسو استفاده کنن یا اگرم میخوام مکمل استفاده کنم با دوز حداقلی شروع کنن آزمون و خطا کنن و آروم آروم دوزایجشون رو بیارم بالا و یه نکته دیگه هم که در رابطه با کافئین باید بگم خب میتونه روی فشار خون تاثیر بذاره یعنی نه اینکه بخواد افراد سالم رو باعث بشه که فشار خونشون زیاد شه اون لحظه ای که ما مصرف می‌کنیم توی اون پروتکلی که این نیمه عمر فعال این مکمل درون خون ما باله خب به هر حال باعث افزایش ضربان قلب و فشار خون میشه پیشنهادات برای اینه که افرادی که بیمار دوچار بیماری فشار خون هستن حداقل با پزشکشون مشورت کنن و یا اینکه تا جایی که میتونن از مواد کافئینی خیلی های کافئین دوز استفاده نکنن براشون بهتره بنابراین توی جنبندی دوزش چیزی حدود 200 تا 600 برای افرادی که خیلی تحمل پذیریشون دیگه مثل من یک مقدار تنبل شده میتونن از مکملش استفاده کنن برای افرادی که نه تازه شروع کردن یک مقدار بدنشون حساسیت داره میتونن از اسپرسو استفاده کنن یک ساعت یا 45 دقیقه قبل از تمرین تایم مصرفش روزهایی غیر تمرین مصرف نمیشود روزهایی که تمرین داریم مصرف میشه و فهمیدیم که میتونه باعث انقباز بهتر باعث کیفیت انقباز بهتر شه هوشیاری ما رو و در واقع شادابی ما رو حین تمرین بالاتر ببره و از این رو باعث میشه که من در طولانی مدت تمرینات با کیفیت انجام بدم که شاید اگر با تغذیه و خواب و همه درست همراه باشه بتونم به ازول سازی و یا چربی سوزی بهتر سوخ پیدا کنم ممنون که با من همراه بودید اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم که لایک کنید برای دوستتونم بفرستید خدا نگهدار